آقای شمیرانی، چه کسی فکر میکنید که شانس بیشتری داره به ورشک گذشته از نظرسنجی ها اینکه آقای رامنی در صدر هستش؟ خیلی مواقع هست که نظرسنجی درست از آب در نمیاد، همطور که سابقه تاریخ هم نشون داده. فکر میکنید اون چیزی که در به قول فرنگی ها اندرگراند شما در آیوا میبینید در صحنه رقابت ها، همون پیش بینی ها رو در مورد نظرسنجی ها محقق خواهد کرد، یا ممکنه که مثلا آقای پال با توجه به استقبال زیادی که گروه های خاصی از جامعه آیوا ازش انجام دادن، یا حتی آقای سنتوروم که در این روزهای آخر به نظر میاد محبوبیت اوانجلیکال ها بر بین اوانجلیکال هایش محبوبیتش بیشتر شده، چقدر فکر میکنید که این در واقع پیروزی امشب ناشی از این فاکتورها باشه؟ خب خیلی این فاکتورها اثر در خواهند داشت. به نظر من، هنوز آقای رامنی از این کارهای دیگه، از این کسان دیگه محبوبیتش بیشتره. به نظر من ایشون میبره، نه با زیاد، خیلی خیلی کم ایشون میبره. و یه چیزی هم خواستم بگم به شما آقای دهخانپور. شما از دوست عزیز آقای خرم پرسیدین راجع به داینامیک جمهوری خواهان، چرا هر هفته یکیشون پس و پیش میرن. خب اینو با اجازه باید نگاه بکنید در تاریخ اینا. شما کسانی دارین عین آقای نوت گینگریچ، ایشون در زمان ریگان و بعد از زمان ریگان و در زمان آقای کلینتون یک عالمه کارایی کردند که اصلا در اون موقع نزدیک به استفاده دادن شده. سورپرایز اینه که ایشون داره اصلا برای کاندید کاخ سفید میدوه. این که اصلا باور من نمیشه. یکی ایشون، یکی دیگه آقای هرمن کین که با کارایی که کردن با خانمهای دیگه ایشون افتادن. اینها کاندیدای حزب جمهوری خواهان، به نظر من تنها کاری که میخوان بکنن انتخاب بشن، نه برای خوبی کشور یا خوبی جامعه، برای خودشون. اینها موقعی که به اقتصادشون نگاه بکنین و برین بعد در سال 2008 ببینین جریان چی شد که ما حالا اینجا هستیم. هیچ کسی، نه اینکه نمیتونست کار بهتری بکنه، هر کاری میکردن بدتر میشد. اولا سال 2008 هر کار که همون موقع میشه که اثر نمیذاره در اقتصاد، این دو سه سال طول میکشه. ما جنگی که در رفتیم در عراق به خاطر این آقای بوش، پسر آقای بوش، که خیلی به نظر من غیر قانونی بود، اثر گذاشت در اقتصاد. کارهایی که میشد در سالهای قبل تمام در اثر گذاشته. و آنی که من 4 سال پیش یارمه با شما حرف زدیم، گفتم که به نظر من آقای اوباما اگه آیوا رو ببیره تمام آمریکا رو میبره. آنی که آقای اوباما بردن، تمام جمهوری خواهان، چه دوستان من چه کسان دیگه، گفتن خب ما منتظریم تا 3 ماه دیگه اقتصاد خوب بشه. 3 ماه دیگه اقتصاد خوب بشه اصلا عملی نیست. این کشور آمریکا هستش، یا خونه آدم نیست که این کارو بکنه. 3 ماه برای راه رفتن اقتصاد در کشور آمریکا، حتی کشور دیگه کوچیک، وقتی نیست. این اثر 20-10-15 ساله. در 3 ماه اگر آقای اوباما این کار میکردن، ایشون نمیدونم خیلی سورپرایز میشدیم. این چیزیه که از اول آقای اوباما که انتخاب شدن، جمهوری خواهان اینو بهش دادن که نه، شما در 3 ماه باید این کار بکنید. همون موقع شروع کردن برای امسال، برای 2012 شروع انجمن. اجازه بدید که جواب آقای خرم رو در این ارتباط بشنویم. به هر شکل ایشون میدونم که انتقاد دارن به عملکرد اقتصادی آقای اوباما. و آقای خرم، این نکته رو هم اضافه بکنیم که امشب آقای اوباما یک پیام ویدئویی در واقع برای اعضایی که، افرادی که در انتخابات آیوا شرکت میکنن خواهد فرستاد. یعنی اهمیت آیوا رو به هر شکل ایشون حس میکنه که در انتخابات 2008 که پیروز شده بود، نیاز مبرم داره به اینکه در انتخابات سراسری آیوا رو دوباره پیروز بشه. ولی در مورد عملکرد اقتصادی آقای اوباما صحبت کردن و انتقادهای صریحی رو آقای رامنی تو این چند ماه علیه آقای اوباما وارد کرده، بشنویم صحبت شما رو آقای خرم. خیلی متشکرم. اجازه بدین توضیح بدن در مورد آخرین آماری که مؤسسه آماری Real and Clear Politics درج کرده. 70% آمریکاییان برای این عقیده هستن که کشور آمریکا در جهت اشتباهی داره حرکت میکنه. فقط 25% آمریکاییان برای این عقیده هستن که جهت فعلی، جهتی هست درست.
در حال حاضر آمریکا با 8.7 بیکاری، درصد بیکاری جز مشکل ترین زمانهای اقتصادی گذشتش داره میگذرونه. تعداد مشاغل لازم در سال بد باشه، در ماه بد باشه 750,000 نفر، در حالی که در حال حاضر ما فقط 120,000 شغل جدید ایجاد میکنیم. کسر بودجه آمریکا در حال حاضر هست 15.2 تریلیون، که درصد کسر بودجه برای هر بچه در آمریکا میشه نفر 133,000 دلار. کل مسئولیت های مالی دولت آمریکا در حال حاضر هست 115 تریلیون دلار، که درصد این برای هر بچه در آمریکا میشه نفر 1,000,000. آقای خرم، نکته که آقای شمیرانی در واقع روش انگشت میگذارن این که اون چیزی که آقای اوباما به میراث برد شرایط اقتصادی بسیار خرابی بود، از این جهت انتظار زیادی نباید داشت که ایشون میتونست کار چندان شگفت‌آوری رو انجام بده. آیا شما این توضیح رو قبول دارید؟ من تا حد قبول دارم. درسته که وضع اقتصادی رو به خرابی بود، رو به بدتر شدن بود، این رویش هیچ حرفی نیست، ولی آقای اوباما تا حالا 3 سال فرصت داشتن که یه تغییری در وضع اقتصادی ایجاد بکنن. توجه بکنیم پرزیدنت اوباما در 4 سالی که پرزیدنت هست بیشتر از 43 پرزیدنت اخیر دولت در تاریخ آمریکا کسر بودجه به بالا برده. این 4 سال بیشتر از 220 سال قبلش که شامل آقای بوش هم خواهد بود ایشون به کسر بودجه دولت آمریکا اضافه کرده. این یک کارنامه خیلی استثنائیه. ما نمیخوایم بگیم که تمام اینا به خاطر عملکرد نادرست ایشون بوده، ولی ایشون سیاستهای اتخاذ کرده که به احیای اقتصادی کمک نکرده. ایشون 787 بیلیون دلار خرج کردن برای مراسم مختلف و انتظار داشتن تا حالا درصد آماری که خودشون صادر کردن که درصد بیکاری بین 6-7% خواهد بود، در صورتی که بعد از خرج 800 بیلیون الان ما بیکاریمون یه چیز حدود 9% است. در مورد مسائل بانکی، سقوط مسائل بانکی آمریکا باعث سقوط اقتصادی آمریکا شد. در حال حاضر همونجوری که همه میدونن خیلی مشکل برای کمپانی‌های کوچک و افراد بتونن وام بگیرن، به خاطر اینکه قوانینی که آقای اوباما دارن وضع میکنن انقدر پیچیده و انقدر مشکله که مردم و دولت و کمپانی آمریکایی قدرت وامگیری ندارن. توجه کنید آقای اوباما الان در نظر دارن که درصد مالیاتی رو ببرن بالا. بله. در حال حاضر درصد مالیاتی کمپانی آمریکایی هست 39%. دیگر کشورهای دنیای مترقی درصد مالیاتیشون حتی 25%. اگه ما درصد مالیاتیمون از اینی که هست بالاتر ببریم، بله، چی میشه؟ کمپانی‌های آمریکایی سعی می‌کنن کارخونه‌هاشون ببرن خارج آمریکا و درصد بیکاری در آمریکا بیشتر خواهد شد. در صورت به خاطر برمیگردیم صحبتتون فکر کنم کاملا روشن بود. بله، احتمالاً آقای شمیرانی هم نکاتی دارن، ولی قبل از اینکه آقای شمیرانی به شما برگردیم دوست دارم نکته رو با آقای تکاپو در میون بذارم که یک کاندیدایی که این وسط آقای تکاپو خیلی خبرساز شده در میون خود جمهوری‌خواهان، که خود کاندیداهای جمهوری‌خواه اعتقاد دارن ایشون انتخاب نخواهد شد در نهایت، آقای ران پال هست که آقای رانپا جزو کسایی که منتقد همین سیاست‌های اقتصادی است، بحث‌های خیلی به شکلی حتی به اعتقاد بعضی افراطی رو مطرح می‌کنه در مورد حذف فدرال ریزرو در واقع بانک مرکزی و سیاست‌هایی که در این به اعتقاد ایشون تاثیر منفی گذاشته. در مورد مسائل سیاست‌های خارجی آمریکا دیدگاه‌های خیلی صریحی داره که انتقاد خود جمهوری‌خواه‌ها رو در پی داشته. چرا مردم آیوا اینقدر اقبال نشون میدن به آقای رانپا؟ من فکر میکنم که یکی از دلایل مهمش همین ایده جدیدی که ایشون داره در مورد کوچکتر کردن در واقع دولت آمریکا و پایین آوردن هزینه های دولت. ولی مهمتر از اون چیزی که من فکر میکنم که آقای رامپال رو در واقع محبوبتر کرده در واقع سیاست های ضد جنگ ایشون هست، به خصوص در مورد ایران که ایشون به هر جهت حتی مخالف تحریم های ایران هست و حتی یک جوری در واقع یکی از در واقع دیبیت هاشون ایشون داشتن بمب هسته‌ای رو حتی یک جورای حق ایران دونستن، با توجه به اینکه خب هم اسرائیل در واقع بمب هسته‌ای داره، هم هند داره، هم پاکستان تو منطقه داره. و حتی ایشون یک جمله رو از آقای ایهود باراک در واقع
بیان کردن و گفتن که حتی آقای ایهود باراک گفتن که اگر من در ایران زندگی می کردم من هم شاید دوست داشتم که بمب هسته‌ای داشته باشم. چه گروه هایی هستن آقای تکاپو که به این صحبت ها واکنش مثبت نشون میدن در آیووا؟ من فکر می کنم بیشتر مردم ایران کاری به مردم امریکا در واقع کاری به این ندارن که حالا به خصوص شاید یه جورایی بتونیم بگیم که جمهوری خواهای چپگران، چون محافظه‌کاران و راستگراها به خاطر حمایت بیچون و چرایی که از اسرائیل میکنن مطمئناً این حرفا به مذاقشون خوش نمیاد. منتها جمهوری خواهان چپگرا و دموکرات ها که در واقع یک جنگی رو تازه از سر گذروندن، بسیاری از در واقع خانواده ها سرباز هایی رو در جنگ آمریکا و عراق داشتن، بله، به همین خاطر مایل نیستن که دوباره امریکا وارد یک جنگ دیگه بشه، یک هزینه بزرگی دوباره به ملت امریکا تحمیل بشه. به همین خاطر خیلی از حرفا و صحبت های آقای رامپا که بسیار جنگ ستیز هستن استقبال میکنن. بسیار بفهم هم این دلیل اصلی محبوبیت آقای رامپال. آقای شمیرانی، اگر نکته‌ای دارید برشه که آقای رامپال به عنوان یه لیبرتریان در این انتخابات با اون دیدگاه‌ها در میان جمهوری خواهان حاضر شده، توضیح بفرمایید. حالا اگر واکنش به صحبت‌های قبلی آقای خرم دارید و اینکه انتخابات امروز برای ایرانیان آیووا از چه اهمیتی برخوردار با توجه به صحبت‌هایی که کاندیداها در مورد ایران می‌کنن. خیلی ممنون. اول راجب حرفی که آقای خرم زدن، ببینید موقعی که آدم برای کاخ سفید میخواد رئیس جمهور بشه، نویسنده نیستن. اینا رمان نمیتونن بنویسن. یه چیز حقیقیه. حزب جمهوری خواهان از اول تا به حال هرچی پرزیدنت رئیس جمهور اوباما کردن، ایشون گفتن نه. حزب نه که نیست. اینجا برای جامعه دارن کار میکنن، نه فقط برای خودخواستی جمهوری خواهان. باید با همدیگه کار بکنن. این کسانی هم که کاندیدا هم که دارن میرن همشون در خیلی خودخواهی هستن و اصلا راجع به کار کردن با همدیگه نیستن، با اون یکی حزب. راجب آقای خرم، راجب آقای رانپا، عقیده های ایشون خیلی عقیده های به نظر من از تمام کاندیدای دیگه فرق میکنه، ولی حتی در جمهوری خواهان در آیوا که حرف میزنین همشون نمیخوام بگم میترسن، ولی آنچنان اینا کسانی که سنشون بالاتر، نه جوانان جوانتر، ولی کسانی که بالاتر هستن، سنشون بالاتره، در کار کردن، پول دارن، ثروتی دارن، خلاصه اینا از ران پال آنچنان خیلی خوششون خیلی نمیاد. ولی به نظر من ایشون عقیده هایی که ایشون داره مخصوصا به چیزی که به ایرانیا اثر میزنه در امور خارجهشون، من خوشم میاد ازش. آیا خرم رأی نمیدم به ایشون، ولی از عقیده امور خارجه ایشون من خوشم میاد. آیا خرم 30 ثانیه فرصت خیلی کوتاهی داریم پایین برنامه. ایران فکر میکنید مسئله مهمی بشه در انتخابات جمهوری خواهان؟ بله، من فکر میکنم مسئله ایران مسئله مهمیه، چون خصوصا با تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده در مورد بستن خلیج فارس، مسئله ایران جزء مسائل درجه یک در رکن سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. آقای خرم یک کوتاه بفرمایید که چرا فکر میکنید حدود 40-41% رای دهندگان آیووا هنوز مردد هستند در اینکه به چه کاندیدای رای بدن؟ توجه کنین ایالت آیووا یه سنتی داره که مردم آیووا فوق العاده با دقت زیاد به کاندیداهاشون انتخاب میکنن. اکثر مردم آیووا حدود 40% در اون هفته آخر کاندیداهاشون انتخاب میکنن، برای اینکه برای اینا بهترین تصمیم و مهمترین تصمیم زندگیشون انتخاب ریاست جمهوری آمریکا هست. و در حال حاضر با مشکلات اقتصادی که آقای اوباما بیشتر کرده و به وجود آورده، میخوام بهترین انتخاب و برای بهترین نماینده بکنم، به طوری که این نماینده بتونه کلید کاخ سفید رو دست بیاره. تشکر میکنم از شما آقای حسین خرم، آقای علی شمیرانی و آقای میثم تکاپو. از هر سه شما سپاسگزارم برای شرکت در این برنامه افق. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. مهمانهای فردای افق آقایان ابوالحسن بنی صدر و مجتبی واحدی هستند. موضوع برنامه انتخابات مجلس ایران، تحریم واژه ممنوع. تا فردا و افق دیگر.